برای ولی ورزشکار باستانی بود. هر موقع میخواست تو کورت بره وضو میگرفت. البته اینجا هم ورزشکار با وضو میرن تو کورت. و این برنامه پوریای ولی اصاب هر کسی که گوش کنه الان هم پوریای ولی دوام میکنه. تختی هم از همون نوع بوده. این دو نفر تو ورزش باستانی سرآمد همه بودن. الان ورزش باستانی ما روش کرده، جوانان ما ورزش میکنن، ولی باید مربی ها گوشزد بکنن به جوان ها که اگر ورزش میکنید راه درست ورزش کنید. من یه فیلم دیدم که سه تا مرشد روبرو نشستن، ورزشکارا پشتشون به مرشده، مرشد ضرب میزنه اینا ورزش میکنن. این غلطه. میوندا باید روش به مرشد باشه، مرشد بتونه باش چوب بکنه. شما ببین یکی که ورزشکار نیستش یه خونه میچرخه سر کشم خود زمین، ولی یه ورزشکار ممکنه سه دقیقه چهار دقیقه بچرخه به شرطی که مرشد باش چوب کنه. مرشد که چوب بکنه با اون ورزشکار، همین مرشد لذت میبره، همینم ورزشکار. برنامه مرحوم آقای بهرام شفیع 39 سال برنامه داشت، ابتدای برنامه من میخوندم. صبح خیران 15 سال آقای واحدی مجری بود، آقای توکلی مجری بود، آقای نظام اسلامی مجری بود، سه تا مجری بودم من میخوندم. فیلم قیصرم آرمشو من زدم. خودم هم در عمرم تا حالا جز ذکر مولا و دوازده امام نه ترانه خوندم، همیشه بستگی به دوازده و چهارده معصوم داشتم. من ورزش وزنه‌برداری خیلی دوست داشتم. هر موقع هم مسابقه بود میرفتم تماشا میکردم. اولش هم برایشون درآمد زد میزدم. من خاطر خود گلم، چون که من موقعی که اینجا میخونم میدونم صدای زنگ و ضرب من این گلا دوست دارن روش پیدا میکنن. باور کن موقعی که من ازم برنامه ضرب میکنن، ضرب که میزنم اصلا خود این گلا تکون بخورن، یا صدای ضرب اینا تکون میده یا خودشون ورزش کنن با خدا فکر. من میگم جاده قدیم شمران برنامه زنده داشتیم. ما مولوی تو کوچه بعد کوچه ها میشستیم تا سر خیابون پنج شش دقیقه رو بیان. زمستون پاچیدن برف اومده. روز قبل من اعلام کردم برنامه باطنی تحت شده شیرخورا. اون موقع هم تلویزیون همه رادیو گوش بودیم. ما برفا رو با دستمون زدیم کنار. ولی عجوب بپن پامونی سر کفشم افراد تو جو آب برد. خواهیم بریم خونه کف با میکنی ماشین میره. ماشین قرآن خون یه جا باسته، مردا یه جا باسته، اون که قسمگی یه جا، هر کنون سر ساعت برباستن سوار کنی بره. ما رفتیم سوار ماشین بشیم، راننده گفتم با یه پا رفتیم رادیو نشستیم خوندیم. حالا من دارم میخونم پامم دارم تیری میدرسه، ولی سعی کردم اون روز قشنگتر روزای دیگه بخورم. چرا؟ به خودم تقریم کنم که من با یه پایی با تو برپا اومدم. خب این برنامه الان دستگاه میذارم، چه دستگاه یارو ترانه میخونه، بیا پریا بریم به تهران، بهار اومده او دنیا برمیده. اما بدبخ میکروفون نبود با میسلیم. من شهادت حضرت مولا رو رادیو میخونم، تولدش هم میخونم. هر کنون یه آهنگی داره.
مجری، مجری برنامه بچه باستانیه. اگر نوت ندونه، اگر آهنگ ندونه، به دل مردم نمیچست بخوندنش. من بسم الله که میگم آی همایونه. جاهایی که سوگواریه شور میخونم. ورزشکار کنده میزنه، مرشد میخونه، اندرز بر بخونه. به نام خداوند هر دو جهان، خداوند بخشنده مهربان. اینو بهش میگن اندرز. ورزشکار میشینه گوش میده، بعد از اون مرشد زنگو میزنه، شنو میرن. شنو که میرن باید حماسه بخونه. چنین گفت رستم به اسپندیار. این شاهنامه است. شاهنامه هم دو سه رقمه. موقعی که ورزشکار توم میره، بعدشون توم بخونه، پا میشه، پا میزنه. بعد شاهنامه مخصوص زورخونه است. حالا اومدیم و گوارگه میل گرفتن. میل رو میگن گوارگه، گوارگه رو میگن میل. مرشد باید بهترین شعرها رو بخونه. ملکا، یه جا میگن ملکا، نه ملکا، ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. این چیکار میکنه؟ ورزشکار بهش میچسبه، میل میگیره. بعد میل تندم داریم که تندتون مرشد میدن میکنه. یه رقم سنگه که ورزش میخوابه، مرشد باستش میشواره. یکی از خدا، دو نیست خدا، سپفتاز کل سبر، چارتاز درموندگاه، پشتن آل عبا، شش گوشه قبر امام حسین، تا دوازت رو میخونه، زیاد رو بیشتر میخونه. اینا یه آدابای ورزشه. علی شیر خدا یعنی مروت، علی شیر خدا یعنی فتوت، علی آور شما.